کوچه پر ازدحام عتیق فروشی کابل که حالا دیگر سود و کور است. مقصد جهانگردان خارجی و سرمایه داران داخلی که سالها میزبان گردشگران بود، به گذرگاه کسان بدل شده که نه علاقه به عتیقه دارند و نه پول برای خریدش. فروشندگان سنگ‌ها و زیورالات قیمتی در اینجا در دکان‌ها را به انتظار مشتریان می‌گشایند که حالا به ندرت می‌آیند. بیشتر افرادی که در اینجا دیده می‌شوند عابران هستند که کوچه را برای رسیدن به جاده اصلی می‌پیمایند. فروشندگان می‌گویند که به ارزش صدها هزار افغانی آثار عتیقه دارند، اما خریدار ندارند و کاروبارشان از رونق افتاده است. آنها میگویند مجبورند اجناس خود را به قیمت اندکی به فروش برسانند تا شکم خود و اولاد خود را سیر کنند. آنها شکایت دارند که دیگر توان پرداخت کرایه دکانهایشان را ندارند. ایره 100% سر از تحولات تأخیر تاثیرات خود منفی خود در هر جای داشته، در سر کار بار ما هم چنان هم امید تاثیراتش هست. یعنی مشتری هایی که قبلا مثلا می آمدی را خرید بکردن فلحال توانمندی چیزها را ندارن، یک مسئله. و دوم مسئله بحران های اقتصادی که از یعنی نرخ افغانی و دلار هم تاثیرات منفی خود را سر زی انداخته. بیشتر مشتریان پیشتر بانوان شهری و گردشگران خارجی بودند. حالا به دلیل مشکلات اقتصادی و بالا رفتن نرخ ها مردم توان خرید اجناس گرانبها را ندارند. از روزی که طالبان آمدند یا برادران مجاهد ما آمدند، کار و بار در عموم خیلی پایان آمده، خرید و فروش خیلی کم شده، دیگر نرخ هم به اوجش رسیده، قیمتی شده، دلار هم خیلی بالا رفته. چون کار ما که از زیورالات است، کار شوق است، که اکثرا کار و بار ما روی خانما میچرخه، که خانما زیاد شوق این چیزا رو میکنن و سنگای قیمتی است، که فعلا دیگر نرخ خیلی بالا رفته و کسی حتی به خاطر نان خوردن خود یا وسایل اولیه یا ضرورت اولیه خود پول ندارن، دیگه چی برسه به زیورالات یا سنگای قیمتی که آنها شوق بکنن. دیگه خیلی سکتگی وارد کرده دیگه. تنها بازار عتیقه فروشی و زیورالات کابل راکت نشده است، بلکه کاروبار تجار و فروشندگان اجناس دیگر نیز از رونق افتاده است. دلیل کسادی بازار را مردم مسدود ماندن پولهای افغانستان، بنبست سیاسی و فضای حاکم امروزی می دانند. میترا قطب، لندن.